سنی های تون روی داعش در اقدامات تروریستی خود علاوه بر گرفتن جان انسان ها و تخریب خانه ها، مساجد و اماکن متبرکه فراوانی را در عراق تخریب کردند. اکنون در عراق روند بازسازی مساجد و اماکن مقدس تخریب شده به دست سنی های تون روی داعش آغاز شده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بیش از یک سال از پیروزی کامل بر گروه تروریستی داعش در عراق می گذارد. اکنون که اوضاع به روال طبیعی بازگشته ترمیم و بازسازی مساجد و اماکن مقدس که توسط داعش تخریب شده آغاز شده است در همین راستا کنعان مدیر اوقاف استان نینوا گفت کادرهای مهندسی در اداره اوقاف نینوا روند بازسازی مساجد این استان را که به دست گروه تروریستی داعش تخریب شده آغاز کردند وی افزود روند بازسازی مساجد تخریب شده در همه مناطق غرب و شرق موسل آغاز شده و قرار است همه مساجد تخریب شده در سراسر استان نینوا بازسازی شود. مدیر اوقاف اهل تسنن نینوا افسود روند بازسازی مساجد طی چند مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول شامل بازسازی مساجد مناطق قدیمی موسل و تعدادی از مساجد تخریب شده در ساحل غربی این شهر است. وی ادامه داد روند آوار برداری در این شهر تمام شده و کادرهای مهندسی هم اکنون با سازی این مساجد را از سر گرفتند. این مقام عراقی با اشاره به این که پس از بازسازی بیش از 130 مسجد در همه مناطق و نواحی استان نینوا هنوز حدود 375 مسجد تخریب شده در این استان وجود دارد ابراز کرد حدود 127 مسجد تخریب شده در دست بازسازی هستند و هنوز روند بازسازی آنها به اتمام نرسیده است. سنی های تند رو در عراق و سوریه علاوه بر مساجد مقام ها و مقبره های پیانبران الهی را نیز تخریب کردند. آنها حتی حرم حضرت سکین سلام الله علیها مقام رأس الحسین علیه السلام مقبره حجر ابن از یاران امیر علی علیه السلام و بسیاری از اماکن متبرکه را تخریب کردند. امروزه اما پس از شکست این تروریست ها اماکن متبرکه مقام ها و حرم امام زادگان در حال بازسازی هستند.